بینندگان عزیز سلام بر شما. در این سلسله از برنامه ها قصد داشتیم ببینیم تغییرات ساختاری که خامنه ای از 2 سال پیش در نظام بودجه نویسی و اقتصاد رژیم ایجاد کرد چه ماهیتی داره و میخواستیم به این پاسخ بدیم که به فرض اینکه در سیاست آینده آمریکا تغییری جدی نسبت به رژیم به وجود بیاد، اون تغییرات ساختاری و این تغییر سیاست خارجی چه تأثیری در وضعیت سیاسی و اقتصادی مردم ایران خواهد داشت؟ دیدیم تغییرات ساختاری در اقتصاد رژیم چند پیامد داشت. از جمله کوچک کردن دولت، حراج انحصاری زیرساختها به نفع بنیادهای مالی ولی فقیه و پاسداران، کاهش دستمزدها و همچنین افزایش مالیات‌ها که این آخری موضوع این قسمت از برنامه ماست. افزایش مالیات‌ها مثل بقیه تغییرات در ساختار اقتصادی رژیم از سال‌های قبل شروع شد و بعد در 2 ساله آخر دولت ترامپ سرعت بیشتری گرفت. ملاحظه کنید در اواخر دهه 70 تدوین مجدد لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت و لایحه نهایتاً در سال 1380 به دولت ارائه شد و سرانجام در سال 1381 توسط دولت تصویب و به مجلس تقدیم گردید. آن فرایند در مهر ماه 1386 به پایان رسید و در خرداد ماه 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای نگهبان رسید. رژیم از دهه 70 برای افزایش مالیات‌ها خیز برداشت، ولی اون زمان شرایط سیاسی ملتهب جامعه مانع بود. این لایحه بعد توسط دولت خاتمی در سال 81 به مجلس احاله شد و در دوران احمدی نژاد در سال 87 با نرخ 3% مالیات بر ارزش افزوده در مجلس رژیم تصویب شد. مدتی بعد در همون دولت احمدی نژاد نرخ بهره به 6% افزایش پیدا کرد. سال 94 هم در دولت روحانی میزان مالیات یک بار دیگه افزایش پیدا کرد و شد 9%. این در واقع مسیری بود برای تصویب و اجرای قانون مالیات برای اینکه رژیم هرچه بیشتر از حقوق کارگرها، معلمان، بازنشسته ها و خلاصه اقشار کم درآمد بزنه و به انباشت سیستماتیک سرمایه در جیب آخوندها و پاسداران، البته از حساب دستمزد بگیران، سرعت بده. نتیجه این دگرگونی ساختاری در بودجه نویسی و اقتصاد کشور این شد که فقیرترین اقشار با پایینترین دستمزدها باید مالیات بر درآمد بدن، در حالی که امپراتوری های مالی، تجاری و صنعتی خامنه‌ای و پاسداراش مثل قرارگاه خاتم سپاه، دفتر اجرایی فرمان خمینی و 13 بنیاد مالی دیگه اون با سرمایه های 10 میلیارد دلاریشون اساساً از پرداخت مالیات معاف هستند. خب وضعیت مالیاتی کارگرها رو دیدیم. حالا بگذارید اینجا چند گوشه از دنیای مالی آخوندها و پاسدارهاشون رو برای نمونه ببینیم و وضعیت مالیاتی اونها رو بررسی کنیم. بازار مسکن در ایران آخوندزده اساساً در انحصار سپاه پاسداران، دولت، بنیاد مسکن و دیگر نهادهای متعلق به پاسداران است. سود حاصل از خرید و فروش زمین و املاک مشمول نظام مالیاتی نمی‌شوند. بازار طلا اساساً در انحصار دولت و دلال‌های رسمی دولت است. به هیچ یک از مراحل خرید یا فروش طلا مالیات بسته نمی‌شود. گردش سرمایه در بازار بورس و خارج آن تماماً در تیول سپاه و دیگر باندهای حکومتی از جمله دولت است. اما هیچ قانونی برای گرفتن مالیات از سود حاصل از بورس بازی و سرمایه‌ای که در بورس در گردش است وجود ندارد. ایران از معدود کشورهایی است که هیچ قانون مالیاتی برای خروج سرمایه از کشور ندارد، زیرا سرمایه هایی که اجازه خروج از کشور دارند اساساً متعلق به سپاه و دیگر نهادهای سرکوبگر یا چپاولگر حکومتی هستند.
حالا اجازه بدید همین رو مقایسه کنیم با وضعیت مالیاتی زحمتکشان، یعنی کسانی که برخلاف بنیادهای غارتگر خامنه‌ای باید از دستمزد اندکشون مالیات بدن. یک کارگر که 1,800,000 تومان حقوق میگیره تقریبا برای هر کالایی که میخره یا خدماتی که مصرف میکنه در جا باید مالیاتشو بده. برای همین کارگر وقتی یک پاکت سیگار میخره مالیاتش هم همراه با قیمت اون پرداخت میکنه. همین کارگر وقتی 2 دونه نون، 1/2 کیلو سبزی، چند تا تخم و مرغ یا سیب زمینی یا پنیر یا چای و قند و شکر برای خانوادش میخره، یا وقتی مثلا سوار مترو و اتوبوس میشه که بره سر کار، یا وقتی یک لیوان آب میخوره یا چراغ منزلش رو روشن میکنه، باید مالیاتش رو که در قیمت همون کالا مستطره در جا بپردازه. شرم‌آور نیست؟ در حالی که در این طرف، یعنی در نقطه مقابل، پاسدارها هستند که اساساً مالیات نمی پردازند. می بینید که تمامی بار مالیات، یعنی هزینه اداره حاکمیت آخوندها، روی گرده مردم و زحمتکشان ایران گذاشته شده. کسایی که برای هر کاری، حتی برای نوشیدن یک لیوان آب باید مالیات بپردازند و در مقابل هر اعتراضی هم پاسخشون گلوله هایی که آخوندها با پول همین مالیات ها تأمین کردن. با بررسی نظام مالیاتی در تغییراتی که خامنه ای در ساختار اقتصادی رژیمش ایجاد کرده، دیدیم که پرداخت مالیات بر درآمد و افزایش یک سویه اون اساساً بر دوش فقیرترین اقشار و پایین ترین رده های شغلی دستمزد بگیران تحمیل شده که نتیجهش تشدید فشار مالی به توده های مردمه. این به تنهایی نطفه یک نارضایتی ساختاری رو در اعماق جامعه ایران کاشته که در چند سال اخیر پیامدهاش رو با شورش های اجتماعی و قیام های سراسری در سال های 96، 97 و به خصوص آبان 98 دیدیم. اعتراض برای گرونی بنزین، بنزین بلوار رحمت ایران کلانتری را دوست دارم در بلوار شاید با میخوام با استناد به همین واقعیت‌ها بگم که در حقیقت خامنه‌ای با تغییرات ساختاری اقتصاد رژیمش چیزی بیشتر از کینه ملی برای خودش و رژیمش ذخیره نکرده. یعنی به عللی که توضیح داده شد، خامنه‌ای فارغ از هر تغییری در سیاست‌های بین‌المللی و حتی تقویت کیفی سیاست استعماری مماشات به نفع رژیم، باز هم با قهر مردم و قیام‌های گسترده و سراسری روبرو خواهد شد. تا برنامه بعد که این بحث رو ادامه خواهیم داد، خدا نگهدار همه شما.